سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از ناگفته‌های های زندگی شخصی بازیگران سریال جذاب و جنجالی پوستشیر با ما همراه باشید لطفا قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید سریال جذاب و جنجالی این روزها که از نمایش خانگی پخش میشه و در ژانر درام جنایی به کارگردانی جمشید محمودی و نویسندگی رضا بهاروند و جمشید محمودیه که از سال 1401 از شبکه اینترنتی فیلم نت به نمایش در من. این سریال بسیار پرطرفدار و جنجالی شده. توی این سریال بازیگران برجسته و با سابقه ای مثل هادیه هجازیفر، فر، پانتا بهرام، مهرداد صدیقیان، علیرضا کمالی، پردیس احمدیه، شهاب حسینی و ژیلا شاهی نقش آفرینی کردند. این مجموعه نقدهای مثبتی از طرف منتقدان و تماشاگران دریافت کرده. خلاصه این سریال اینه که نعیم مولایی بعد از 15 سال از زندان آزاد میشه و به دیدار دخترش میره. دخترش در جریان سفر پدر دختری به شمال ایران روبوده میشه و نعیم که از تلاش پلیس راضی نیست، مجبور میشه به همراه دوستش رضا پروانه عاملان روبوده شدن دخترش رو پیدا کنه. در جریان این سریال توی هر قسمت بیننده یه جورایی غافلگیر میشه. عنوان این سریال نام یکی از آرانه های معروف خواننده ایرانی ابیه که در سکانس قسمت های ابتدایی این سریال به صورت بی کلام از ضبط صوت ماشین پخش میشه بازیگر زن نقش اصلی پردیس احمدیه که در نقش ساحل دختر نعیم مولای ایفای نقش کرده متولد هشتم تیر سال 71 در تهرانه توی سال 86 توسط حمید نعمت الله برای بازی در فیلم مقلد شیطان به افشین صادقی معرفی شد اون فارغ و تحصیل رشته سنتور و نوازندگی ساز ایرانیه اون در شهریور سال 98 به جمع بازیگران فیلم لامینور به کارگردان زندانی داریوش مهرجویی پیوست. داستان سریال پوست شیر روی روبوده شدن شخصیت ساحل پیش میره و از این جهت اهمیت زیادی داره اما اندازه نقشش در طول سریال نسبت به سایرین کمتره بخش مهمی از جذابیت قسمت اول سریال به لحظات شیرینی اختصاص داره که ساحل با نعیم مولایی یعنی پدرش تجربه میکنه موقعیتی عاطفی و پرشور که به پایانی تلخ منتهی میشه پردیس احمدیه توی این فیلم به عنوان دختری پرشور و عاطفی معرفی شده دختری که به راحتی خوشحال میشه و توی مصیبت‌ها خیلی سری بغض میکنه و اشکش میچکه. با این حال زمانی که موقعیت فرار پیدا میکنه از اون حالت دیده و آزار دیده خارج میشه و برای رهایی تلاش میکنه. سکانس مرگ ساحل یکی از مهمترین بخش‌های بازی پردیس احمدیه توی این فیلم بود. این موقعیت رو چنان باورپذیر بازی کرده بود که واقعا نفس مخاطبان بند اومد و قسمت واقعا انگیزی بود همینطور که بیننده ها از قسمت اول این سریال مدام سورپرایز شدن توی این قسمت توی اوج غافلگیری قرار گرفتن نقش اول مرد این سریال هادی حجازی فر یا همون نعیم مولاییه که متولد 31 خرداد 1355 بازیگر و فیلمسازه، اون دانش آموخته رشته کارشناسی نمایش عروسکی از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه اون بازیگری رو توی دوره دانشجویی با بازی توی مزرعه پدری شروع کرد و در دهه بعد نقش اصلی فیلم محمد حسین مهدویان یعنی ایستاده در غبار ماجرای نیمروز لاتاری و ماجرای نیمروز دو یا همون رد خون رو ایفا کرد اون برای بازی توی ماجرای نیمروز نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر شد هجازی فرد توی سال 1400 فیلم موقعیت مهدی رو نویسندگی و کارگردانی کرد و توی اون فیلم نقش مهدی باکری رو توی جنگ ایران و عراق به تصویر کشید. این فیلم توی چهلومین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت 14 جایزه شد که پنج جایزه شامل سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو کسب کرد. یکی از نویسندگان فیلم آتابای به کارگردانی نیکی کریمیه هادی حجازی فر انقدر نقش خوب توی کارنامه هنریش داره که نمیتونیم صفت بهترین رو برای ایفای نقش نعیم مولایی به کار ببریم. نعیم یکی از مهمترین نقش‌های حجازی فره و برگ برنده اصلی سریال به حساب میاد. اون توی این سریال در قامت پدری زخم خورده به میدان اومده مردی که سالهای مهم عمرش رو پشت میله های زندان سپری کرده و تمام فکر و ذکرش دیدن مجدد دخترش ساحل بوده اما بلا فاصله بعد از آزادی دخترش رو از دست میده و برای انتقام از مسببان این حادثه توقیان میکنه و دیگه حاضر نیست منتظر قانون بمونه حادی حجازی فر این بار برخلاف همیشه شیرینی و تننازی ویژه خودش رو توی این نقش وارد نکرده و کاراکتری تمام تماما تلخ و زخم خورده رو به نمایش گذاشته. بازیگر بعدی این سریال که نقش عاشقانه و مهمی رو توی این سریال ایفا کرده مهرداد صدیقیانه که نقش عشق ساحل رو بازی کرده مهرداد صدیقیان متولد سیوم بهمن 67 اون فعالیت سینمایی خودش رو از سال 84 با بازی در عصر جمعه شروع کرد صدیقیان برای نقش آفرینی توی اتوبوس شب و ماجرای نیمروز نامزد دریافت سیمرغ بلورین شده. مهداد صدیقیان یا صدرای داستان پوست شیر در ابتدا بازی کمرنگی داشت اما رفته رفته با پررنگ شدن دلیل حضورش در سریال تونست در فهرست بازیگران اصلی قرار بگیره صدرا قبل از مرگ ساحل در حقش کوتاهی کرد و به خاطر یک خیانت حالا که از دنیا رفته نمیتونه خودش رو ببخشه اون برای این عذاب وجدان با نعیم و رضا پروانه همراه میشه اما از قسمت 13 به بعد زمانی که میفهمه به ساحل تجاوز شده ماجرا براش تغییر میکنه یکی از مهمترین سکانس هایی که صدرا توی اون حضور داشته اون قسمتیه که با علم به اینکه زورش به لات و های توی قهوه خونه نمیرسه اما برای انتقام و پیدا کردن ساحل با یه پیت بنزین همه رو تهدید به خودسوزی میکنه تا رد و نشانی از سمت پیدا کنه تغییر شخصیت صدرا از یک پسر ضعیف و ساده به فردی انتقامجو و اسیانگر جزو مهمترین نکات بازی مهرداد صدیقی ریان توی این سریاله نفر بعدی پانتا بهرام که در نقش مادر ساحل بازی کرده پانتا بهرام متولد 15 اسفند 1348 ه اون برای بازی توی فیلم و تئاتر نامزد و برنده چند جایزه از جشنواره فیلم فجر شده فعالیت اون با بازی در سری سوم مجموعه تلویزیونی آینه در سال 68 شروع شد و همون سال هم توی هامون داریوش مهرجویی بازی کرد اون برای بازی در بچه های ابدی توی سال 85 برنده سیمرغ بلورین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فیلم فج شد جدا از سینما و تلویزیون اون در بیش از سی تئاتر مانند مرگ از گرد هم بازی کرده خانم بهرام دانش آموخته مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما و ادبیات نمایشیه. لیلا با بازی پانتا بهرام به عنوان مادر ساحل توی سریال جذاب پوستشیر توی بخش مهمی از سریال صرفا فقط مادر ساحل بود و سوگواری و اندوه و آوارگیش اونطوری که باید نمیتونست مخاطب رو جذب کنه و توجیه مهمی هم برای حضورش توی این سریال پربازیگر نبود از یه جایی به بعد اما کم کم حضورش پررنگتر شد و در همراهی با همسر سابقش نعیم مولایی و بعدا صدرا برای پیدا کردن ساحل نقش مهم و تأثیر گذاری رو به عهده گرفت پانتا بهرام توی سکانس مرگ ساحل یکی از درخشانترین بازیهاش رو به نمایش گذاشت و در جایگاه یک مادر تونست همزمان مجموعه ای از حیرت، درماندگی و تلاش برای جان به دخترش رو به نمایش بذاره. بازی جذاب پانتا بهرام التهاب این صحنه رو بسیار بالا برد و احساسات مخاطبان رو دوچندان برانگیخت. این بازیگر توی قسمت‌های اخیر بسیار پرقدرت ظاهر شده. بازیگر بعدی علیرضا کمالیه علیرضا کمالی متولد 27 اردیبهشت 1359 فارغ و تحصیل رشته بازیگری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه اون در سال 79 توی رشته بازیگری وارد دانشگاه شد و همزمان با تحصیل در زمینه نمایش عروسکی هم وارد حوزه هنری تهران شد جوری که بعد از سه سال همکاری با این مرکز به عنوان بهترین بازیگر مرد نهمین جشنواره المللی تئاتر دفاع مقدس انتخاب و معرفی شد اولین حضور جدیش در عرصه سینما و تلویزیون در سال 82 در سریال شیخ بهایی به کارگردانی شهرام اسدی بود که اون به عنوان دستیار کارگردان فعالیت میکرد و در سریال پوست شیر در نقش رضا پروانه به عنوان دوست صمیمی و یه جورایی برادر نعیم مولایی بسیار خوش درخشیده علیرضا کمالی که از اوایل دهه 80 وارد عرصه فیلم و سریال شده حالا با کاراکتر رضا پروانه انگار به پختگی زیادی رسیده کمالی در نقش رضا پروانه در قالب مردی فرو رفته که انگار در کل زندگیش چیزی برای از دست دادن نداره صورتش بی حالت و مدام به دوردست خیره میشه و فقط سیگار میکشه حتی در احساسی ترین لحظات که همسرش قربون صدقش میره باز هم نمیتونیم چیزی از احساسات رو در صورت ببینیم همین چهره بی حالت و رازی که در وجودش داره و غمی که درونش هست از اون شخصیتی متفاوت ساخته رضا با تمام این ویژگی ها برای نعیم رفیق شفیقیه که از برادر نزدیکتره و حاضر جونش رو بر سر رفاقتش بده علی رضا کمالی به خوبی از پس ایفای این نقش بر اومده نفر بعدی سید شهاب الدین حسینی تونکابونی متولد چهاردهم بهمن پنجاه و حسینی از سال 87 با بازی در فیلم سوپرستار و گرفتن جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر بسیار مطرح شد. بعد از اون هم با بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین دوباره جایزه کسب کرد. اون هم در جشنواره بین المللی فیلم برلین. شهاب حسینی که چند وقت میشه که به کانادا مهاجرت کرده بعد از اون هم خبرها حاکی از این بود که از همسرش پری چهره غنبری جدا شده و چند ماه پیش هم عکس هایی از اون با همسر جدیدش که 17 18 سال ازش کوچیکتر بود منتشر شد و طرفدارانش رو شوکه کرد شهاب حسینی در سریال پوست شیر هم بعد از مدت ها انگار خودش رو احیا کرد و با نقش محب تونست یک بار دیگه در جایگاه قدرت بشینه محب پلیسی تنها و مغمومه که به خاطر رسیدگی به پرونده یک قاتل زنجیره دختر کوچیکش رو از دست داده و هنوز نتونسته به زندگی معمولی برگرده محب از زندگی خدا و شغلی که داشته خشم عمیقی داره و نمیتونه دنیا رو بدون حضور دخترش تحمل کنه حسینی به خوبی تونسته این نقش رو بازی کنه و از پس این سرگشتگی و خشم و اسیان بر بیاد شهاب حسینی بسیار در قالب شخصیت محب فرو رفته و این باعث شده که تماشاگران از اون خوششون بیاد و مثل بقیه پلیس ها در سریال ها و فیلم های ایرانی نیست نکته قابل توجه درباره محب همراهیش با نعیم مولایی پدر ساحله انگار با قتل ساحل یک بار دیگه دختر خودش رو از دست داد و به همین دلیل احساساتش واقعا به دل بیننده میشینه بازیگر بعدی که هرچند نقش کم و کوتاهی داره ولی بسیار نقشش رو زیبا بازی کرده ژیلا شاهیه جیلا شاهی متولد 22 اسفند 64 در اردبیل فارغ تحصیل لیسانس رشته تاریخ که از 16 سالگی با کانون پرورشی کودکان وارد تئاتر شد و با فیلم قصر شیرین و سریال پوست شیر به شهرت زیادی رسید اون که با ایفای نقش مژگان در این سریال با قرار گرفتن به عنوان همسر موقت رضا پروانه در کنار اون واقعا نقش تاثیرگذاری رو بازی کرده به نوعی میشه گفت به اوج شهرت خودش توی سالهای اخیر رسید اون که توی این سریال در قالب یک زن تنهاست که به سیغه رضا پروانه در اومده و برای جمع کردن پول هر کاری حاضره بکنه توی خونه مردم کار میکنه از بچه نگهداری میکنه از سالمند نگهداری میکنه و یه احساس ناامنی و بیآیندگی به خاطر همسر موقت بودن داره مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.